بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان با حیا بود که از دختران در هجلاشون با حیاتر بود. یه شخص رو اجاره کرد، بعد دید که این در جلوی مردم لخت آبتنی میکنه. گفت آقا بفرمان اجارت، بفرمان شما وقتی از خدا شرم نمی کنید ما نیازی به کار تو نیست. یعنی حیا علامت ایمانه. در حدیثی که امام مسلم روایت میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماند که الایمان بدع و سبعون شعبه، ایمان 70 و چند شاخه، بالاترینش لا اله الا الله، کوچکترینش اینه که آشغالی را سر راه مردم برداری. و الحیا و شعبه تو من ایمان، حیا شاخه‌ای از ایمانه. کم طور که عرض کردم تفاوت بین حیا و بین خجالتی بودن، مثلا این که شما خجالت بکشید حقتو طلب کنید، خجالت بکشید که کسی رو نصیحت بکنی، خجالت بگیر که اصلا کلمه نه از دهنت در نیاد. از دقیق ترین صفات پیغمبر یکیش این بود که کسی اونو ناگهانی میدید از هیبتش یعنی متاثر میشود، کسی با او کار میکرد اونو دوست میداشت، هم هیبت و هم دوست داشتنی. یه نفر اونو دید لرزید، گفت چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ من پادشاهی نیستم که از من بترسی. من فرزند زنی هستم که فلان غذا رو میخورد. غذا ساده ای بود. از مؤمن راستین هیبت داره از دور، وقتی باش هم سرکار پیدا میکنی دوستش خواهید داشت. این صفت رو من در مولانا عبدالعزیز زیاد میدیدم، هم با هیبت بود و هم وقتی انسان باش تعامل میکرد نزدیک دوست داشتنی بود. و پیامبر خدا علیه السلام کریم بود، صادق بود، در کرمش صادق بود. از دورترین مردم از تظاهر و از ریا و از ظاهر سازی بود. Mm-hmm.